خب این لامپ رو باز کنم ببینیم که چجوریه. نسبت خنک کننده شه، ولی از مدلی هستش که فن نداره. اونه که فن داره زیاد جالب نیست، چون فنش وقتی که میسوزه یا از کار میفته لامپتون هم بعدا میسوزه. بگیم اینو نصبش کنیم ببینیم که چجوریه. تو این ویدیو میخوام واسه هاتون درباره تغییر لامپ ماشین از هالوژن به LED توضیح بدم، اینکه چرا این کار خیلی بهتر هستش. لامپ هالوژن یا گازی که قدیما استفاده میشه، حالا مدل مختلف داره، H4ش هست، H7ش هست، اینا رو خیلی ها الان تبدیل میکنن به لامپ LED به این شکل. این LED هستش و واسه سوال ممکن براتون خیلی پیش بیاد که چرا این کار رو باید انجام بدید. اول اینکه این لامپ هالوژن خیلی وات قوی داره و خیلی مصرف باتری رو زیاد میکنه. هر کدوم اینا 60 وات برق مصرف میکنه. دو تا 60 تا که بزنید چه بلای سر باتریتون میاره. البته مهم نیست، چون دینام داره و مدام داره شارژ میشه، ولی همون به خود باتری فشار میه اولین نکتهشه. دومیش این هستش که اون نوری که واقعا احتیاج داریم برای دیدن توی شب اینا ندارن. هر چقدر هم اینا قوی باشه اون قوی نیست و خیلی زودم اینا میسوزه. نهایت دوامشون 3 ماه تا 6 ماه بیشتر نیستش. هرچقدر واتش قوی تر باشه و پرنورتر باشه زودتر اینا میسوزه و از بین میره. یعنی الان مثلا این لامپ LED رو که نگاه میکنین 2 برابر اون نور داره، ولی فقط 14 وات برق مصرف کنه. خب ببینید چقدر کم مصرف ازش. و هرچقدر واتش کمتر باشه گرمای کمتر تولید میکنه و نورش هم خیلی خیلی قوی تر از اونا هستش. دوامش هم خیلی زیاده. اینی که من خریدم حدود 5 سال گارانتی کردی، یعنی خودش میدونه که تا 5 سال یه اتفاق واسش نمیفته. 5 سال داره کارخونه اینو گارانتی میکنه و مطمئنه که اینجوریه. اگه غیر از این بود کلی به کارخونه ضرر وارد میشد. اینا رو میتونین تبدیل بکنین و ازش استفاده بکنین. من حالا میخوام لامپ قدیمی ماشینمو در بیارم و اینا رو بکنمشون LED که تو شب خیلی بهتر باشه. قبلا یه LED های خیلی ارزون قیمت داشتم که یکی دوتا از المان‌هاش سوخت و حالا میخوام یه چیز درست حسابی بزنم، چون یه ذره گرونتر هستش ولی دیگه دوامش خیلی زیاد و خیلی کارایش بهتره. ببینیم که اینا رو با هم دیگه انجام بدیم و ببینیم که چه تأثیری داره. بعدم یه چیز دیگه، لامپ اینا رنگش سفیده و تو شب وقتی که رانندگی میکنین تابلوه راهنمای رانندگی و اون خط کشیه توی خیابون رو خیلی واضح تر با اینا میتونیم ببینیم، مثلا که هوا مه داشته باشه یا اینکه بارندگی باشه خیلی واضح تر اینو میتونیم تشخیص بدیم. ولی اینا چون نورش زرده زیاد واضح نیستش. مثلا اون خط کشیه توی کف خیابونو که میخوام ببینیم اینجا، چون خط کشی برخلاف ایران خیلی مهم هستش و حتما باید توی لاین خودتون رانندگی بکنه. ایران حالا همینجوری وسط و این مرمرش میزنم میرم، اگه اونو رعایت نکنیم ممکن تصادف بکنیم، خیلی خطرناک هستش. و یه دلیل دیگرش هم اینه. خب بریم که اینو عوض بکنیم و ببینیم که چه تفاوتی با هم دیگه داره. همونجور که میبینین این رنگش به زردی میزنه و اونقدر هم قوی نیستش و توی شب هم در چشم آدم در میاد تو اینجور جلو رو ببینه.
توپ تفاوت رو ببینیم چقدر بالاست. من که خاموش خب نور چراغم توی شب میتونی ببینیم چقدر قوی هست. شوالی هم نور بالاش. خب توی مه هم ببینیم که چجوریه. حالا هوا مهه و به این شکل واضح نشون میده.